رسیدن به آرامش درون در 10 دقیقه. آرامش درون چیزیه که این روزا از اکثر افراد فراریه، اما من تو این ویدیو میخوام در مورد روش‌های آسون و در دسترس برای رسیدن به آرامش درونی صحبت کنم. پس با من همراه باشید و این ویدیو رو از دست ندید. اما قبل از اون حتما چنل من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو فعال کنید. لایک به ویدیو هم یادتون نره. شماره 1، موسیقی گوش کنید. مهم نیست چه نوع موسیقی و چه سبکی گوش میدید، فقط کافیه که از اون لذت ببرید و به شما آرامش بده. شماره 2، نفس عمیق بکشید. یکی از راه‌های سریع و آسون برای دستیابی به آرامش درون تنفس عمیقه. وقتی روی تنفستون تمرکز می‌کنید، مغزتون روی دم و بازدم و نحوه تنفستون متمرکز میشه و این باعث میشه که دیگه نتونه روی افکار مزاحمی که توی ذهنتون داره میگذره تمرکز کنه و اینطوری به آرامش میرسید. شماره 3، قدم بزنید. بیرون رفتن در هوای تازه و وقتی که خورشید به زیبایی میدرخشه میتونه زندگی رو براتون دلپذیر کنه و باعث افزایش آرامش ذهنی بشه. قدم بزنید و از زندگی لذت ببرید. شماره 4، از طبیعت لذت ببرید. در یک جا نمانید، به بیرون شهر بروید و از طبیعت لذت ببرید. به آواز پرندگان گوش بدهید و از آسایش و آرامش آنجا بهره مند شوید. شماره 5، با حیوانات خانگیتان بازی کنید. اگر حیوان خانگی دارید، حتما زمانی را به بازی کردن و وقت گذراندن با آن اختصاص بدهید، چرا که این راه بسیار خوبی برای از بین بردن استرس‌های روزمره است. شماره 6، مرتب و منظم باشید. شلوغی و نامرتبی سردرگمی و تنش ایجاد می‌کند و برعکس آن، پاکیزگی و تمیز نگه داشتن خانه و محیط اطراف می تواند به آرامش ذهنی کمک کند. شماره 7، واقعیت ها را بپذیرید. پذیرفتن آنچه که در اختیار ما نیست برای رسیدن به آرامش درون بسیار مؤثر است. قبول کنید چیزهایی در جهان وجود دارد که در اختیار ما نیست و باید یاد بگیریم هر چرا که نمیتوانیم کنترل کنیم تحمل کنیم و سعی کنیم با آن کنار بیاییم. شماره 8، تمرکز حواس داشته باشید. وقتی تمرکز حواس دارید، یعنی در همین لحظه کاملا به حواس پنجگانه تان آگاه هستید. حواستان را درگیر کنید تا ذهنتان نتواند روی نگرانی ها و اگر و ای کاش ها تمرکز کند. شماره 9، خودتان را دوست داشته باشید. هر چقدر بیشتر خودتان را دوست بدارید، آرامش ذهنی بیشتر و همینطور احساس راحتی بیشتری دارید. دیگر اهمیتی ندارد در چه موقعیتی هستید. این کار باعث می شود اعتماد به نفستان بیشتر شود و کمتر احساس ناامنی کنید و در نتیجه آرامش درونیتان افزایش می‌یابد. شماره 10، بخندید. همیشه بخندید. وقتی می‌خندید می‌توانید قسمت‌های زیبای زندگی را هم ببینید. قهقهه یک پادزهر بزرگ برای مقابله با استرس است و هورمون‌هایی آزاد می‌کند که احساس خوشحالی را در شما افزایش می‌دهند. شماره 11، در لحظه زندگی کنید. به جای نگرانی درباره گذشته یا وحشت در مورد آینده، واقعاً از زمان حال لذت ببرید. این همه چیزی است که ما داریم. زندگی در زمان حال. وقتی در حال زندگی می‌کنیم، نگرانی‌های گذشته و آینده نمی‌توانند ما را مضطرب کنند. شماره 12، کمتر نگران شوید. ظاهراً روزانه بین 30,000 تا 75,000 بار فکر می‌کنیم،
که در واقع 80% آنها بیمعنی و تصادفی هستند. یاد بگیرید نگرانی هایتان را کمتر مرور کنید، زیرا اغلب نگرانی ها بی حاصلند و هر گونه آرامشی را از ذهن دور می کنند. شماره 13. زمانی برای خودتان داشته باشید. قدری زمان به خودتان اختصاص بدهید. یک وقفه برای پرداختن به خودتان ایجاد کنید یا کاری را که کاملا خوشحالتان می کند انجام بدهید تا برای بقیه امورات زندگیتان آماده شوید. تعادل در زندگی بسیار اهمیت دارد. شماره 14. بی مورد خودتان را سرزنش نکنید. اینکه همواره در حال سرزنش کردن خودتان باشید آنچنان تأثیر بدی دارد که آرامش را از ذهن دور می کند. اگرچه ممکن است گاهی باعث انگیزه شما شود، اما باز هم یک احساس مسموم است. دلایل سرزنش کردن خودتان را بررسی کنید تا مطمئن شوید که خودتان را تحت فشارهای غیر ضروری قرار نداده اید. شماره 15. قدردان باشید. تمرکز روی نعمت‌های زندگی و سپاسگزار بودن به خاطر تمام چیزهای خوبی که در زندگیتان دارید آرامش درونی شما را ارتقا می دهد. هر از گاهی آنها را به خودتان یادآوری کنید. دوستان عزیزم، ممنون که با من همراه بودید و امیدوارم که این محتوا براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.